عملیات نیروهای افغان. دوهای جنگ علیه مخالفان مسلح. و بیجینگ از ورود کشتی های آمریکایی به بحیره جنوبی چین ابراز نگرانی کرد. خدا با عرض سلام به خبرهای این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. امروز سه شنبه 21 سال 1395 هجری شمسی است که برابر می شود با 10 می سال 2016 میلادی. مشروع خبرها. پسر صدر اعظم پیشین پاکستان در نتیجه عملیات خاص نیروهای افغان و آمریکایی در ولسوالی گیان پکتیکا رها شده است. پسر گیلانی سه سال پیش از پاکستان اختطاف شده بود و در امتداد خط دیورند نگهداری می شد. مسئولان وزارت دفاع ملی می گویند که در عملیات رهایی پسر گیلانی 4 جنگجوی مسلح کشته شده و در رابطه با این قضیه تحقیقات جریان دارد. در همین حال وزارت امور داخله می گوید که در 24 ساعت گذشته در ولایات مختلف در جریان عملیات نیروهای افغان 99 تن از جنگجویان مسلح کشته و زخمی شدند. علی حیدر گیلانی پسر یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین پاکستان که 3 سال پیش از شهر ملتان پاکستان اختطاف شده بود شب سه‌شنبه در ولسوالی گیان پکتیکا از سوی نیروهای کماندوی افغان و نیروهای خاص آمریکایی از زندان جنگجویان مسلح رها گردید. مسئولان اداره های امنیتی میگویند که پسر گیلانی در نتیجه عملیات تصفیه نیروهای خاص از چنگ جنگجویان مسلح رها شده است. اینکه وی چه زمانی به این منطقه آورده شده است در پاسخ به این سوال بررسی ها جریان دارد. دا عملیات د پکتیکا ولایت په گیان ولسوالی کې ترسره شوی دی. د عملیات د جزئیات په اړه تحقیقات روان دي. مغز جناب وزیر صاحب ورته اشاره وکړه په دې کې د القاعده ډلې اړوند کسان وژل شوي دي. د جزئیاتو په ارتباط به په آینده کې ستاسو خدمت ته راشو. د ښاغلي سید یوسف رضا ګیلانی زوی چې بندي و هلته د القاعدې د ډلې لخوا نه هغه ژوندی روغ رمټ د هغوی د منګولو څخه خلاص شو. په دې عملیاتو کې د دښمن 4 تنه وژل شوي دي او 3 تنه یې اسیر هم نیولي دي او 3 تنه ټپیان هم دي. سخنگوی شورای امنیت ملی میگوید که مسئله رهایی پسر گیلانی از طریق حنیف اتمر نه بلکه از طریق راههای دیپلماتیک با پاکستان شریک شده است. در همین حال مسئولان وزارت امور داخله و دفاع میگویند که در 24 ساعت گذشته در ولایات مختلف کشور در جریان عملیات نیروهای افغان 99 جنگجو کشته و زخمی شدند. و از بازداشت مسئول مالی جنگجویان مسلح در ننگرهار نیز خبر میدهد و میگوید که بازودی برای تحقیقات به کابل انتقال خواهد یافت. این فرد بازداشت شده تا تحقیقات و بررسی های ابتدایی توسط پلیس سرحدی ما در ساحه صورت میگیره. ما تلاش داریم که هرچه زودتر اونا را به کابل انتقال بدیم. این فرد یکی از افراد است که در قسمت فرامسازی منابع مالی برای طالبا از آن سوی خط دیورند داخل افغانستان میشد. کونړ په ولایت کې، د ننګرهار په ولایت کې، په میدان وردګ کې، غزنی ولایت کې، په کندهار ولایت کې، هرات، کندوز، بلخ، بغلان، سرپل، جوزجان، هلمند ولایتونو کې زموږ عملیات جریان لري. وزارت امور داخله از ضبط یک لاری امونیم نایتریت نیز خبر می دهد که به گفته این وزارت این مواد از پاکستان آورده شده بود و راننده این موتر قصد داشت تا آن را به جنگجویان مسلح برساند. رئیس اجرای حکومت می گوید که به جنگجویان مسلح حکومت وحدت ملی به زبان سلاح پاسخ می دهد. دکتر عبدالله که در مراسم معرفی سرپرستان وزارت دفاع و امنیت ملی صحبت می کرد میگوید آنانی که بر ضد نظام سلاح برداشتند دشمنان کشورند و باید پاسخ آنان به جنگ داده شود. سرپرست تازه امنیت ملی جنگ جاری را ناشی از تضاد منافع اداره های استخباراتی خارجی میخواند. به روز سه‌شنبه سرپرستان جدید وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی با کارمندان این دو نهاد امنیتی معرفی کردند. در این مراسم که در مقر وزارت دفاع ملی برگزار شده بود
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت بر موقف اولویت جنگی حکومت در برابر مخالفان مسلح نظام تاکید کرد. عبدالله عبدالله میگوید آنانی که بر ضد نظام سرا بر می‌دارند دشمنان افغان ها هستند و باید با آنان با زبان سلاح سخن گفته شود. هر کسی که در برابر جمهوری اسلامی افغانستان، دولت افغانستان و مردم افغانستان قد علم کرده و سلاح برداشته و از سلاح استفاده میکنه، او دشمن مردم افغانستان است. هیچ فرقی دیگه در اینجا وجود نداره. هر کسی که زاده ای سرزمین یا منصوب به این ملت باشه و بخواهد که دست از دشمنی برداره، سلاح را به زمین بگذاره و به زندگی صلح‌آمیز روی بیاره، آغوش مردم افغانستان بروشان باز بوده. سرپرست پیشین وزارت دفاع ملی که به تازگی به حیث سرپرست امنیت ملی تعیین شده است، جنگ جاری در افغانستان را ناشی از منافع متضاد اداره های استخباراتی کشورهای خارجی می خواند. معصوم ستانکزی می گوید که در سال جاری ابتکار عمل در بخش جنگ در دست نیروهای افغان است. جنگی که امروز در کشور جریان دارد یک جنگ داخلی نه، بلکه قربانی جنگ منافع متضاد دیگران که در آن ایده ای از مردم کشور ما وسیله قرار گرفته اند می باشد. اردوی ملی و سایر نیروهای امنیتی افغانستان هیچگاه آرزو ندارند تا در شهرها و دیهات کشور آتش جنگ شعله‌ور باشد، چون این جنگ تحمیل گردیده. همه می دانند که آنهایی که به جنگ فرستاده می شوند از کجا تجهیز، اکمال، حمایه و سوق و اداره می شوند. تمام آمادگی هایی را که داشتیم همه از این را در گرزیابی دقیق و همه جانبه و بی‌طرفانه ما طرح پلان عملیات شفق سال 1395 را انکشاف دادیم که خوشبختانه ما از نقایص و کمبودی هایی را که در سال گذشته داشتیم درس ها و اندرزه هایی را آموختیم. جنرال عبدالله حبیبی سرپرست تازه وزارت دفاع ملی میگوید تلاش خواهد کرد تا با ایجاد هماهنگی میان اداره های امنیتی مشکلات موجود را حل کند. زمون د باتور ولس په کلک ملاتړ زبد یو خدمتگار په توګه د اسلام د مقدس دین پرانا کی د ګران هیواد سرلوړی افغانستان د ملی استقلال د خاورې د بشپړتیا ملی حاکمیت او ملی اوالینه د ژوند تر وروستۍ سلګې پورې په کلکه دفاع کوم. حکومت وحدت ملی در حال در مدت کمتر از یک سال سرپرستان تازه وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی را معرفی می کند که بر اساس قانون سرپرستی پس از استعفا و یا برکناری وزیر جانشین وی تنها دو ماه حق پیشبرد عمومی دارد. مدت حبس قانونی بیشتر از 2200 زندانی در زندان پلچرخی تکمیل شده است، اما هنوز هم به شکل غیر قانونی در زندان نگهداری می شوند. کمیسیون سم شکایات مشان جرگه می گوید که نتایج تحقیقات این کمیسیون از زندان پلچرخی نشان می دهد که در این زندان اکثر زندانیان با حالت بی سرنوشتی به سر می برند و به دوسیه های آنان رسیدگی نشده است. آگاهان مسائل حقوقی این کار را خلاف قانون اساسی و نقض حقوق بشر می خوانند، اما ارگ ریاست جمهوری می گوید که رسیدگی به دوسیه های زندانیان اولویت حکومت است. عدم رسیدگی به دوسیه های زندانیان در زندان ها و بی‌توجهی به حقوق آنان از جمله مسائلی است که همیشه بر آن انتقاد می شود. کمیسیون سم شکایت مشان جرگه که زندان پلچرخی را بررسی کرده است می گوید که در این زندان مشکلات مهم و بزرگ زندانیان عدم رسیدگی به دوسیه های آنان است. مسئولان این کمیسیون می گویند که در زندان پلچرخی بیشتر از 2000 زندانی وجود دارد که در حالت بی سرنوشت به سر می برند و با وجود تکمیل مدت حبس قانونیشان هنوز هم مسائل ها به این سو در زندان ها نگهداری می شوند. در همین حال هیئت اداری مشان جرگه نیز از حکومت می خواهد تا در این بخش اقدام جدی کند و حقوق زندانیان را بیشتر از این زیر پا نکند. یو بندی مشت اقصاب کرد جناب رئیس صاحب زما پا اول محکمه که پر ما یو کال قید را خطلی او ما قبول نکر ما زی استناف ما کما غارم زکر ما دون گناه نده کرد استاسی ما تیو کال قید را کوی ولتا همی اتم کال دی دوام محکمه می لده سوی
د بیچاره په یو کال باندې قینات نه کوي، اته کال یې ورباندې تیر کړي دي، دوه محکمه یې نه ده سوې. همدغه کتګوري خلک دي، 2200 نفر دي. جناب رئیس صاحب، موږ دغه ټوله د محبس د پوچرخي د قمندانو د دوی د پرسونل په کومک باندې دا ارزیابي راټوله کړله، دغه لیستونه مو راوړل، ټوله کمیسیون لاړو، قاضي قضا صاحب ته په شعبه کې مو تسلیم کړل. ستاسې یو محکمه ورواستوئ، د دغو لطفا سرنوشت معلوم کړئ. باید در بسیار جدی اقدام شود که حق هیچ شهروند افغانستان، حق هیچ محبوس ما تلف نشه که به حالت بی سرنوشتی در پشت میله‌های زندان سپری نکنند. آگاهان مسائل حقوقی تمدید حبس زندانیانی که مدت حبسشان تکمیل شده است را خلاف قانون اساسی و نقض حقوق بشر می‌خوانند. در قانون پلی از خطا ده، ده زندان مسئولینو باید پر وقت و زمان ده څاروالۍ دلاری و محاکمو ته خبر ورکړی وي، او کې خبر نه ورکړی د زندان د مسؤلینو واقعاً د پوښتنې ځای دی چې د دوی څخه پوښتنه وسي چې څنګه کېدای سي چې په کلونو د یو بندي خپل برخلیک ته منتظر وسي. دا واقعاً قانونی خطا ده. اما ارګ ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور غنی شخصا مشکلات زندانیان را بررسی کرده است و در این بخش به ارگانهای عدلی و قضایی دستور داده است تا عدالت را در این بخش تامین کنند. در زندانانو او د محبسو مشکلاتو ته ولسمشر متوجه دی او په دې برخه کې ډېر جدي دی، ځکه د کار په لومړیو ورځو کې د څرخې پله له زندانه لیدنه وکړه. هلته یې د زندانیانو د محبوسینو ستونزې واورېدلې. د افغانستان ستره محکمه، د افغانستان لوی څارنوالي په دې برخه کې کار کوي، عدالت به تطبیق کیږي. این نگرانی ها در رابطه به عدم رسیدگی به دوسیه های زندانیان پلچرخی در حالی است که گفته می شود محبوسین این زندان را مشکلات گوناگون دیگر نیز تهدید می کند. وزیر پیشین مالیه و سفیر کبیر افغانستان در پاکستان می گوید که تا هنوز هیچ پروژه عملی به نام توتاب وجود ندارد. عمر زخیلوال می گوید که توتاب در حال حاضر در نزد بانک انکشافی آسیا به حیث یک طرح و نظر موجود است، اما جنبه عملی ندارد. زخیلوال می گوید که حکومت افغانستان پروژه تمویل شده پیشین از سوی بانک انکشافی آسیا را به نام توتاب معرفی کرده است که به دلیل سوی تفاهم‌ها جنجال‌های را میان مردم برانگیخته است. رئیس جمهور غنی پیش از این نیز در رابطه با کمک‌های آمریکا، جرمنی و سویدن اعلام مشابه کرده بود که پس از آن زخیلوال وزیر پیشین مالیه در یک مصاحبه گفته بود که این کمک‌های اعلام شده کنفرانس‌های شیکاگو و توکیو میباشد و این کشورها تنها تعهداتشان را تکرار کرده‌اند. باشندگان سه ولایت جنوبی بر منحرف شدن پروژه توتاب از مسیر اصلی آن مخالفت جدی نشان دادند. صدها باشنده ولایت پکتیا روز سه‌شنبه در مرکز گردیز دست به تظاهرات زدند و از حکومت خواستند تا به خاطر فشار سیاسی باشندگان یک ولایت حقانان را زیر پا نکند و پروژه توتاب را از طریق سالنگ عملی کند. از سوی دیگر اعضای جامعه مدنی ولایت هلمند در نخستین نشست هشدار دادند که اگر در این پروژه سهم ولایت هلمند چشم پوشی شود، دست به تظاهرات گسترده خواهند زد. پس از اختلافات جدید بر سر تعیین مسیر انتقال برق به ولایت جنوبی کشور، حکومت هیئتی را برای بررسی تکنیکی دوباره این پروژه تعیین کرده است. در حالی که باشندگان بامیان خواهان انتقال پروژه توتاب از طریق بامیان به عوض سالنگند، اما باشندگان ولایت پکتیا، خوست و هلمند میگویند که برای اندازه تظاهرات گسترده حق خود را میخواهند و تاکید میکنند که بر برق اختصاص یافته به آنان معامله سیاسی نشود. صدها تن از باشندگان پکتیا به روز سه‌شنبه با راه اندازی تظاهرات گفتند که کار پروژه توتاب در مناطق آنان 70% تکمیل شده است و باید عملی شود. رنگونه و پوله را در دیزاین او طرح مطابق تطبیق غواړو. موږ د افغانستان هیڅ قوم او سیمې سره تضاد نه لرو. ټول افغانان خپل ورونه بولو او چا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ حق واخلي او یا زموږ پر سر باندې معامله وکړي. له همدې امله موږ غواړو چې د دغه پروژې مسیر ته تغییر ورکړي. نو که چېرته د دغه پروژې مسیر ته تغییر ورکړل شي، لویه پکتیا د درې کلونو لپاره د برېښنا څخه بې برخې کېږي.
از سوی دیگر اعضای جامعه مدنی ولایت هلمند در رابطه به پروژه توتاب با برگزاری اولین نشست خود موقفشان را اعلام کردند که به هیچ وجه حاضر نیستند در بخش انکشافی از حق خود در پروژه توتاب صرف نظر کنند و می افزایند که اگر حکومت بر سر توتاب معامله سیاسی کند آنان در برابر حکومت دست به تظاهرات خواهند زد. توتاب پروژه چی ده؟ موج ده هلمند مدنی ټولنه او ده هلمند مدنی ټولنه غوښتنه ده چې دا باید پر خپل اصلي مسیر باندې تیر شي. اساسي خبره درته ده چې هلمند مدنی ټولنه د توتاب پروژې د اصلي مسیر څخه ملاتړ کوي او تر وروستۍ شیبو پورې په هر ممکنه سولیز او قانوني لار باندې د توتاب د اصلي مسیر ننګه کوي. اما حکومت در یک اقدام تازه‌اش به هیئت وظیفه سپرده است تا هر دو طرح پروژه انتقال برق توتاب از سالنگ و بامیان را ارزیابی کنند و راه مناسب و طرح لازم را به حکومت پیشنهاد نمایند. آرزوی همه ما، اولویت همه ما رساندن برق و رساندن برق زودتر هست. مشکلی را که من می‌بینم در درک موضوع و راه حل است که آلی تشکیل یک کمیسیون انشاءالله ما را کمک کنه. کار تأسیسات پروژه انتقال برق توتاب که از کشورهای آسیای میانه به جنوب کشور و پس از آن به پاکستان برق انتقال می‌دهد در ولایت میدان وردک، پکتیا و شاهراه کابل هلمند 60% تکمیل شده است. معاون اول ریاست اجرایی می‌گوید که تا چند روز دیگر مصوبه گفتگوهای صلح با حزب اسلام نهایی خواهد شد. انجینیر محمد خان می‌گوید که در گفتگوها پیشرفت شده است و قرار است که هیئت حزب اسلامی مصوبه نهایی را برای امضا به حکمتیار ببرد. معاون ریاست اجرایی برخی حلقات را به مخالفت با گفتگوهای صلح با حزب اسلامی متهم می کند، اما می گوید که این بار گفتگوها به یک نتیجه می رسد. گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی در مرحله اخیر با یک سلسله مشکلات همراه است. در حالی که ایالات متحده برای حذف نام حکمتیار از لیست سیاه آمادگی نشان نداده است و حکومت وحدت ملی نیز در این بخش به فیصله نهایی نرسیده است، معاون اول ریاست اجرایی میگوید که تا 2 یا 3 روز دیگر مصوبه این گفتگوها نهایی خواهد شد. انجینر محمد خان میگوید که مصوبه نهایی گفتگوها را هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی همزمان با سفر رئیس جمهور برای امضا به گلبدین حکمتیار خواهد برد. پدید و در روزی که رئیس جمهور ل سفر سره حیاتونه هم ورستنی مسویده دی تفاهم نامی لزان سر یوسی او انجنر سبتا یه اولانده که او دی طرف تا به هم پاغه بندی ورسته مرور کی زیاد امیدواره بسی دا نتیجه تورد. حزب اسلامی و شورای عالی صلح برخی حلقات را به مداخله برای سبوتاژ و ناکام ساختن این گفتگوها متهم می کنند. معاون اول ریاست اجرایی نیز بر این باور است که برخی حلقات داخلی و خارجی میخواهند تا این گفتگوها به نتیجه نرسد. موجودی دی جنی حلقی و جنی کلی و جنی اشخاص سیاغه پا افغانستان کی سوله نگواری دا پا ویلو که نده پا عمل که ده پا ویلو که هر سوکوایی سوله دی اسلام حکم ده دی وقت ضرورت ده، دی ملت غوښتنه ده او موږ ورسره موافق دا هغه څه دي کلیشه‌ای الفاظ دي چې ټول خلک یې وایي، ولی عمل بیا داسې ده چې ټول خلک سوله نه غواړي. متاسفانه دغه جریان د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي ډلې له لوري د هغه ګوند له مشرتابه سره هم شریک شوی. موږ امیدوار یو چې ژر به وکړی شو چې دا مذاکرات هغه نهایی نتیجه او هدف چې د سولې د موافقه لیک لاسلیک کول دی هغه ته ورسیږي. یو شی چې باید ډیر واضح وي هغه دا دی چې نیت د دواړو لورو خورا ښه نیت دی د دې مذاکرات لپاره. له همدې امله موږ امیدوار یو چې دا مذاکرات به نتیجې ته رسیږي. هغه خبرونه چې په دې ارتباط په یو شمېر رسنیو کې خپره شوي چې ګویا مذاکرات بنبسته رسیدل دی هغه صحت نه لري. مهمترین مورد در گفتگوها میان حزب اسلامی و حکومت که تا هنوز بر آن توافق نشده است حذف نام حکمتیار از لیست سیاه می باشد. گفته می شود که امریکا تا هنوز آماده نیست که بر سر لیست سیاه با هیئت حزب اسلامی گفتگو کند. این مسئله نگرانی های را نیز افزایش داده است که اگر ایالات متحده بر سر لیست سیاه با هیئت حکمتیار به توافق نرسد این حزب برای پیوستن به پروسه صلح علاقمندی نشان نخواهد داد. تا اندازه موضوعات بین حکومت افغانستان و
و حزب اسلامی پیش آمده. بمانیم که یک الگو باشه و سرمشق باشه که مردم به پروسی صلح بپیونده و دیگه گروپ هایی که جنگ دامن میزنه اونا هم علاقه مند شوند که خوشبختی ما در جنگ نیست بلکه بدبختی است، اونا هم علاقه مند شوند به پیوستن از پروسی صلح. ولی ده حزب اسلامی مشر راضی، من باید خوشحال اوسیگو یا راضی من سره سوله کی راضی چې دغه د نورو دښمنو د پاره یو ولګو اوسیگی چې وای چې واکند افغانستان حکومت د خلکو سره د مخالفینو سره د سولې پلان کې صادق ده. دا بهترین یو عملی امتحان ده چې موږ دوی د پاره ورکو. هیئت حزب اسلامی در حال حاضر در کابل به سر میبرد و گفته می شود که تا روز چهارشنبه با جناح‌های مختلف حکومت افغانستان بر نهایی شدن مسوده و با وقفه 11 روزه بر تاریخ آغاز مرحله آینده گفتگوها به توافق خواهد رسید. نیروهای سرحدی افغان از امارات تاسیسات نظامی پاکستان در تورخم جلوگیری کردند. معاون پلیس سرحدی در شرق کشور میگوید که بعد از ظهر امروز پاکستان تلاش داشت تا در آن سوی دروازه تورخم تاسیسات ایجاد کند، اما با گفته وی پلیس سرحدی افغانستان جلو آن را گرفت. قاضی زاده میگوید که جلو امارات تاسیسات نظامی پاکستان را گرفته است، اما پاکستان دروازه تورخم را مسدود کرده است که این کار پاکستان برای مردم مشکلات ایجاد کرده است. نیروهای سرحدی افغان جلو اعمار تاسیسات نظامی پاکستان را در تورخم گرفت. معاون پلیس سرحدی در شرق کشور میگوید که نیروهای پاکستانی قصد داشت تا در آن سوی دروازه تورخم تاسیسات نظامی ایجاد کند، اما با گفته وی پلیس سرحدی جلو این کار پاکستان را گرفت. سرحدی رژیم دا اجازه نور کی چې په 50 متره کې په دې نقطه صفر کې کار وشي، هم دې خوانه هم اخواته. نو په دې خاطر موږ دې ته دا وخت چې موږ بیا د دې د ځای ولیدې کوم پوسته چې دی پوسته ته سړک جوړي هغه تقریبا 1.5 متره وړاندې ده، بیا هم موږ معلومات کړی او د خپلو مشرانو هدایت پورې منتظر یو. با گفته وی هرچند در نخست پلیس سرحدی هر دو کشور در برابر همدیگر دست مماشه بودند، اما مسئولان کمیساری تورخم میگویند که اکنون وضعیت عادی است. سربازان افغان میگویند هیچگاه اجازه نخواهد داد که پاکستان در آنجا تاسیسات نظامی ایجاد کند. پاکستان پوج غختلو چې پوښې د افغانستان ساحه ته ووري او خپل جاله یو شهر جوړ کی، خو بل اخره من د سرحدي ځواکونو هغه مخه ونیوله. ما د حالت آماده باش بودیم که با دستور مقامات ما فعلا د سنگر هستیم، از خاطر ناموس دفاع از وطن و تمامیت ارضی وطن ما حاضر هستیم قدره قدره خون ما را بچکانیم. اما پس از این موضوع نیروهای پاکستانی دروازه تورخم را برای مردم مسدود کرده است. در اینجا شماره از مریضداران میگویند که از ظهر امروز به این سو با بیماران خود گیر ماندند و میخواهند که هر چه زودتر باید راه تورخم بازگردد. جنازه او طرف بند است، 3 سال شده که 4 سال شده که ما اینجا استاد هستیم، موتر جنازه اونجا استاد است، یک مرده را از اون طرف این طرف نمیمانه که بیاد. 3 ساعت میشه اینم اینجا آمدم، دروازه بند است، عسکرای پاکستان اعلان نمیکنم، ما مریض داریم، موتر است، اینم این مجبور هستیم که امشب بند است، ما پس بریم دیگه جلال آباد یا کابل. پیش از این نیز نیروهای پاکستانی در بخش‌های مختلف خاک افغانستان پیشروی کردند و تاسیسات نظامی ایجاد کردند که در اکثر ساحات جلو آن گرفتن نشده است. اعضای مشران جرگه میگویند که حکومت باید سرنوشت انتخابات و روی جرگه را مشخص کند. برخی اعضای مشران جرگه میگویند که حکومت در رابطه با صلح انتخابات و مسائل دیگر وعده‌های میانتهی و خوشبینی‌های بیجا به مردم می‌دهد، در حالی که در این بخش هیچ کاری نشده است. از سوی دیگر کمیسیون شکایات مشران جرگه میگوید که در زندان پلوچرخی مدت حبس بیشتر از 2200 زندانی تکمیل شده است، اما به دوسیه‌های آنان رسیدگی نمی‌شود. انتخابات ولسی جرگه و سرنوشت مبهم لوی جرگه اعضای مشران جرگه را واداشته است تا در این رابطه واکنش جدی نشان دهند. برخی از اعضای مشران جرگه میگویند که سرنوشت انتخابات ولسی جرگه معلوم نیست و برای برگزاری لوی جرگه در رابطه با مشروعیت حکومت هیچ گونه آمادگی گرفته نشده است. سناتوران میگویند که حکومت در این بخش وعده‌های میانتهی و خوشبینی‌های بیجا به مردم میدهند. حکومت به مجموع که در افغانستان دولت دریگون قوی اخپل اساسی وظایف پریشی دی دفعی وظایف پسیزو انتخابات تو کمیتی گزارش خود سوکی ولا کسانه وی او مجوایی چی دیموکراسی و خواه تروانیو الکترونیکی تذکرو ویش پاتو سو همدسی لوی جرگل رو یو ملی اجماع چی مجوایی چی در اجرای ریاست قانونی بنوانی سی نو دغه موضوع باید پایته ورسیږي. معاون اول مشران جرګه هوشدار میدهد که حکومت باید دیگر سرنوشت انتخابات را روشن کند.
که موضوع انتخابات است، موضوع تذکیرهای الکترونیک است، بار بار از این خانه ملت صدا شنیده میشه. ما هم با حکومت وحدت ملی ایره وجدار میتیم منبار از خانه ملت که در این عرصه توجه کنند، جدیت به کار ببرند. از سوی دیگر کمیسیون سم شکایات مشران جرگه که در رابطه با زندانیان پلچرخی تحقیق کرده است میگوید که مدت حبس قانونی بیشتر از 2000 زندانی تکمیل شده است، اما هنوز سم بدون مجوز قانونی از سال هاست که در زندان نگهداری میشوند. زمون موقف در مشران جرگه هم داو چه در توتا پروژه باید تطبیق شی او در بامیان خلکو تا یا در مرکزی ولایت و خلکو مرکزی افغانستان خلکو تا برق ورکر شی. من در طور خلق در متوازن انکشاف وقتون کیو. در نشست عمومی روز یکشنبه مشران جرگه بر وضعیت امنیتی کشور و برق وارداتی از ترکمنستان نیز گفتگو شد. رئیس مشران جرگه میگوید که مشران جرگه بر تطبیق این پروژه و تمدید برق با ولایات مرکزی کشور تاکید میکند. از طریق برنامه توانمندسازی زنان یا پروموت در 5 سال آینده به مشکلات زنان رسیدگی خواهد شد. سفیر آمریکا در کابل میگوید کشورش متحد است تا در بخش‌های مختلف فرصت‌های زندگی خوب را برای زنان افغان فراهم کند و به مشکلاتشان رسیدگی نماید. در همین حال رئیس اجرای حکومت میگوید که حکومت افغانستان متحد است تا خواست زنان را در اولویت‌هایش قرار بدهد. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتان می‌گردد. با ما باشید. باسم خوش آمدید به ادامه خبر از جهان. از ورود کشتی‌های آمریکایی به بحیره جنوبی چین ابراز نگرانی کرد. وزارت امور خارجه چین میگوید که این اقدام خلاف حاکمیت و منافع ملی بیجینگ است و آن را به ضرر صلح و ثبات می‌خواند. وزارت دفاع آمریکا نیز پذیرفته است که یک کشتی جنگی ایالات متحده 12 مایل داخل آب‌های تحت حاکمیت چین شده است. ایالات متحده در رابطه با آزمایش راکت بالستیک ایران تحقیقات می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید که اگر این آزمایش ثابت شود به شورای امنیت سازمان ملل شکایت خواهد کرد. مقام‌های نظامی ایران اخیراً از آزمایش یک راکت بالستیک خبر دادند. چند قبل به دلیل آزمایش مشابه آمریکا بر مقام‌ها و 6 شرکت ایرانی تحریم‌های را وضع کرد. سپاس از همراهیتان. به اخبار این ساعت وقتتان خوش. خداوند نگهدار.